بازتاب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. سایت فری بیکن آمریکا در مطلبی تحت عنوان توافق بایدن با ایران تهران را حتی به آستانه هسته‌ای نزدیک‌تر می‌کند نوشت. بر اساس تحلیلی که این هفته منتشر شد، آخرین توافق هسته‌ای دولت بایدن با ایران می‌تواند رژیم تندرو را قادر سازد تا 8 سلاح هسته‌ای در 3 ماه بسازد. خبرگزاری فرانسه نوشت آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت هیچ توافق هسته‌ای جدیدی با ایران روی میز نیست. وی در شورای روابط خارجی در نیویورک گفت هیچ توافقی در آینده وجود ندارد، حتی با وجود اینکه ما همچنان آمادگی بررسی مسیرهای دیپلماتیک را داریم. سایت وزارت خارجه آمریکا. ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت شایعات درباره توافق با ایران چه موقت و چه غیران نادرست و گمراه کننده است. سیاست ما تغییر نکرده و همچنان عمیقاً بر رفتار بی‌ثبات کننده ایران از طریق فشار دیپلماتیک، از طریق هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکای خود متمرکز هستیم. ما متعهد هستیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. ما اقدامات و فعالیت‌های ایران را از نزدیک زیر نظر داریم. شرق الاوسط لندن با عنوان فشارهای اروپا بر روی اپوزیسیون ایران تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای نوشت به گزارش خبرگزاری فرانسه هواداران مجاهدین خلق ایران تنها گروه مورد قبول در خارج ایران است. مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران غرب را مسئول مشکلاتی دانست که با آن روبروست و آن را متهم کرد که در تلاش برای استمالت از ایران است. وال استریت ژورنال با عنوان بایدن مدل شکست خورده سیاست خاورمیانه جیمی کارتر را دنبال می‌کند نوشت او معتقد است که توافق برای متوقف کردن موقت برنامه اتمی تهران بالمعال به یک بمب‌شکنی دیپلماتیک راه خواهد بود که نگرانی‌های آمریکا و متحدینش را حل خواهد کرد و یا در غیر این صورت به آمریکا زمان کافی خواهد داد تا با وقار از خاورمیانه خارج شود. متاسفانه بایدن موفق نبوده و ملاها عجله‌ای برای بازگشت به توافق اتمی نداشتند. اورانیوز آلبانی. بویار اسپاهیو رئیس جامعه مسلمانان آلبانی ضمن تبریک عید سعید فطر به همه مسلمانان تاکید کرد که این عید نماد ایثار و اخلاص است. وی در رابطه با سؤال خبرنگاری در رابطه با مجاهدین خلق گفت آنها دوستانی هستند که در آلبانی مستقر شدند، آنها دوست هستند و همچنان یک دوست باقی می‌مانند.